محسن محمد باقر بود که مادرزاد فلج بود و کفشای مخصوص آهنین پاش میکرد و با دو عصا حرکت میکرد، یعنی کاملا از کمر به پایین فلج بود. من راستش مطلق فکر نمیکردم که رژیم محسن رو اعدام بکنه. بله، فلج مادرزاد رو هم اعدام کردند، کاری که قوم مغول هم با این مردم نکرد. طیبه خسروآبادی که دو پاش فلج بود و مادرزادی هم بود و دو سال بود که از حکم آزادیش گذشته بود، اون رو هم برای اعدام برد. این منطق نظام قتل عامه. میگن حتی یزید با بیمارا و اسرا کاری نداشت، اما خمینی و خامنه‌ای به اسیر و بیمار هم رحم نکردند. این گونه قتل عام بدون محاکمه، اون هم نسبت به زندانی و اسیر، اسیرش اون نجاته. این قائم مقام و جانشین خمینیه که میگه قتل عام، میگه اسیر کشی. آخه کشتن اسیر دست بسته یا بیمار چه نفعی براشون داره؟ خمینی میخواست یه نسلی رو قتل عام کنه تا بتونه به حیاتش ادامه بده. بعدها فلاحیان خیلی رو گفت کشتیم تا بمونیم. اگر ما اونا رو نمیفتنیم کشیم که یک کشوری نبود، مملکتی نبود. یه حرف من نیست، حرف امام. مجاهد شهید شبان محمد علی زاده و مجاهد شهید مظاهر محمدی موقع شهادتشون اصلا تعادل روحی نداشتن. همه میدونستن که اینا حالت روانی دارن، با همون وزنه رو گرفتن بردن به شهادت رسوندن. اما الان این فکر تو کف خیابون داره میجوشه. انگار همه اونها دوباره زنده شدن. فکر سرنگونی،